بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به سلسله دروزی استاتیک خوش آمدید. در این ویدیو می خواهیم که مرکبه های مستطیلی و یا رکتنگولر کامپوننت تشریح کنیم. دیگه طرز نمایش مرکبه ها به شکل اسکالر و کارتیزیان بخوانیم و دیگه دریافت مسئله به طریق تحلیلی. قسمی که ما در ویدیو گذشته گفته بودیم که جمع یا مسئله ویکتورها به دو طریقه پیدا میشه، که طریقه تحلیلی بود و طریقه گرافیکی بود. در این ویدیو ما طریقه تحلیلی از این را میخوانیم. مرکبه های مستطیلی به اون مرکبه های گفته میشه که یک قوه تقسیم شود به دو مرکبه در محور X و در محور Y. این چی میگه؟ به نام مرکبه های مستطیلی یا رکتنگولر کامپوننت یاد میکنه. دیگه ما نمایش مرکبه ها را ما به دو شکل داریم، یکی به شکل اسکالر داریم، یعنی به شکل بدون یعنی نمایش وکتور، یعنی قیمتش ما میتونیم دریافت کنیم، او را به نام اسکالر یاد میکنه. و دیگه طریقه داریم، طریقه کارتیزیانی. بیشترین وقتا ما در سیستم دو بودی از طریقه اسکالر استفاده میکنیم و ما در سیستم سه بودی که است زیادتر وقتا از کارتیزیان استفاده میکنیم. قسمی که شما در این شکل میبینین یک قوه اف داریم، میخواهیم که قوه اف به مرکبه های مستطیلی یا رکتنگولر کامپوننت تقسیم کنیم. حالا خطکش میگیریم، موازی با محور وای به این شکل از انجام قوه اف موازی با محور وای میریم و بعدا از انجام قوه اف موازی با محور اکس میریم. به شکل از انجام F موازی با X. وقتی که موازات رسم کردیم، یکی موازی با محور Y و موازی با محور X، به این شکل از مبدأ وکتور F ما به طرف X یک قوه رسم میکنیم، تا جایی که همی خط موازی که ما رسم کردیم قطع میکنه، به این شکل اینجا کسته قطع میکنه، به این شکل یک قوه جور میشه. این ما میتونیم گفته قوه F X. و همچنان از این طرف، از این مبدا به طرف Y رسم میکنیم تا وقتی که قطع شود، به این شکل اینجا رسم میکنیم F Y میشه. به این شکل F X و F Y که اصلا این اردوش مرکبه های مستطیلی است، این به نام مرکبه های مستطیلی و یا مرکبه های ریکتنگولر یا ریکتنگولر کامپوننت یاد میکنه. حالا ما میتونیم که این مرکبه ها را به دو طریق نمایش بدهیم، یکی طریقه اسکالر است و دیگه طریقه وکتوری. طریقه اسکالر به این شکل است که اگر ما میخواهیم که اف اکس را پیدا کنیم، شما قسمی که در ویدیو گذشته دیدیم اف وای اینجا اف وای باشه یا اینجا اف وای ای یا مفوای میشه، به شکل یا مفوای است یا مفوای، بختر کردوی از این موازی است و هم مقدارش یک چیز است. از اینجا ما میخواهیم که کوساین تتا رو بگیریم. کوساین تتا مساوی میشه و ضلع مجاور بر وتر. ضلع مجاور ما fx است و وتر ما قوه f میشه، به شکل نشان میکنیم قوه بر f. از اینجا که ما fx پیدا کنیم، fx مساوی میشه با f ضرب کوساین تتا و همچنان همین رقم اگر ساین زاویه را بگیریم، ساین تتا مساوی میشه با ساین زاویه مساوی میشه با ضلع مقابل بر وتر، یعنی اف وای بر اف. از اینجا اگر اف وای پیدا کنیم، اف وای مساوی میشه با اف ضرب ساین تتا. این به شکل نمایش اسکالری بوده و بس وقتا این رقم میشه که برای ما زاویه رو نمیده، تنها صرف میل میده. به این شکل در اینجا بعض وقتا بر ما میل رسم میکنه، به این شکل یک میل میده. مثلا میل شتم کده میتونیم که اینجا A باشه و اینجا B باشه و اینجا C باشه. به این شکل دیبینیم در اینی مثلث خورد اینی زاویه این مساوی سمرایز تتا یا میشه تتا. به این شکل اگر تو نشته کنیم که اینجا همی اف اکس بگیریم، ما در اینجا بیاریم نشته کنیم اف اکس مساویس به اف ضرب کوساین تیتا،
بجای کوساین تیتا ما نشته کده میتونیم که کوساین تیتا مساوی به چی میشه؟ اگر اینجا بریم کوساین از این زاویه رو بگیریم، کوساین تیتا مساویس به ضلع مجاور بر وتر یعنی ای بر سی. بجای کوساین ما نشته کده میتونیم که ای بر سی یعنی اف اکس مساوی میشه به اف ضربه ای بر سی. به این شکل ما میتونیم که این مرکبه اف اکس نشته کنیم و همچنان اف وای مساوی میشه به اف ضربه. در اینجا شما ببینید ساین تیتا است. ساین تیتا رو ما نشته کده میتونیم که از اینجا اگر ساین بگیریم ما ساین تیتا مساوی میشه در مثال کوچک ساین تیتا ضلع مقابل بر وتر یعنی بی بر سی میشه، یعنی ای ساین تیتا مساوی به بی بر سی. بجای ساین چی نشون میکنیم؟ بی بر سی، یعنی اینجا نشون میکنیم بی بر سی. فرق نمیکنه یا زاویه شنو نشون کنین کوساین تیتا یا نشون کنین ای بر سی و اینجا نشون کنین ساین تیتا یا نشون کنین که بی بر سی. این بود طریقه نمایش مرکبه ها به طریقه اسکالر. طریقه دوم نمایش یا نمایش کارتیزیانیسته. نمایش کارتیزیانی ما از وکتور واحد استفاده میکنیم، یعنی به این شکل محور اکس وکتور واحدش که است آی است استاندارد و از وکتور واحد محور وای که است جی است. وکتور واحد عبارت از او وکتور است که صرف بر ما چی نشان میده؟ بر ما جهت نشان میده، یعنی وکتور به کدام جهت عمل کرده و بدون ابعاد میباشه ای و مقدارش که است یک است ایره به نام وکتور واحد یاد میکنه. صرف بر ما چیز نشان میده، جهت نشان میده و میتونیم ما مرکبه ها را به شکل وکتور واحد هم نمایش بدیم. به شکل ما نمایش داده میتونیم که قوه اف ما مساوی میشه به اف اکس آی جمع اف وای جی. به این شکل ای کستا نمایش کارتیزیانیست، یعنی ما میتونیم قوه اف به شکل چی نمایش بشیم؟ به شکل اف اکس آی جمع اف وای جی. در اینجا شما میبینید که سه قوه برای ما داده، قوه اف یک، اف دو و اف سه. میخواییم میره به شکل کارتیزیانی ایره نمایش بدیم یا می خواهیم که مسئلهش رو به شکل کارتیزیانی پیدا کنیم. به شکل اول چی میکنیم؟ مرکبای زیر پیدا میکنیم، میشه به شکل مرکبای زیر رسم میکنیم، به شکل و همچنان به شکل این میشه اف یک اکس و یا میشه اف یک وای و دیگه ای قوه اف دو رو همین شکل مرکبایش رو پیدا میکنیم، عمود رسم میکنیم اینجا و اینجا عمود رسم میکنیم، این میشه اف دو اکس و یا میشه اف دو وای و همچنان اف سی را به این شکل مرکبش پیدا میکنیم، عمود رسم میکنیم بالای محور وای و عمود رسم میکنیم بالای محور اکس. اینجا میشه ای قوه ما اف سی وای و اینجا همچنان این میشه اف سی اکس. به شکل حالا این تقسیم شده به مرکب ها. حالا میخواییم که حالا ما میخواییم که این سه قوه را به شکل کارتیزیانی جمع کنیم. میخواییم که آر پیدا کنیم، آر مساوی میشه به اف یک قوش جمع اف دو جمع اف سی. به شکل آر مساوی میشه به اف یک هم میتونیم ما ایره نشته کنیم که اف یک به دو مرکبه تقسیم شده که مرکبه اکس مرکبه وای. نشته کده میتونیم که اف یک اکس آی جمع اف یک وای جی جمع. حالا شما قسمی که میبینین اف دو، اف دو که است به دو مرکبه تقسیم شده که مرکبه اف دو وای و اف دو اکس. قسمی که میبینین اف دو اکس به طرف
جهت منفی محور قرار داره. چی میگیم؟ علامه زیاده چی میگیم؟ منفی میتیم به شکل نشتا میگیم منفی f دو x i جمع f دو ایش با محور مثبت هم جهت است، این علامهش مثبت میگیریم f دو y j به شکل جمع. حالا f سه شما میبینین، قسمه که f سه رو میبینین دو مرکب داره، f سه x که هم جهت محور مثبت x است و f سه y. f سه y چیست؟ هم جهت منفی محور y است. این چی میکنیم؟ منفی میتیم. خیلی نشتا میکنیم که f سه x i منفی f سه y j به این شکل. از اینجا R مساوی میشه با در اینجا که است آی مشترک است یک تا، اینجا هم آی مشترک است و همچنان اینجا آی مشترک است. ما نشته کدام میتاریم که f یک x منفی f دو x مثبت f سه x کل ازی ضرب وکتور واحد آی. باز میتونم جمع نشته کنیم، در این بخش هم جی مشترک است، در اینجا هم جی مشترک است و در اینجا هم جی مشترک است. جی میتونیم که از جی ها یک جی رو بگیریم و کارش رو جمع کنیم. شما میکنیم f1 y جمع f2 y جمع f3 f3 که است اینجا منفی است، باید از اینجا منفی نشته کنیم، منفی f3 y کل از ضرب وکتور واحد j به این شکل. حال R مساوی میشه با اینجا کلش ایره بر ما نشان میده ای قوس که است، ای بر ما ایره نشان میده که تمام مجموع قوه هایی که در محور x است، یعنی ایره ما ایره خواهد نشته کده میتونیم که f r x یعنی تمام قوه هایی که در محور x است مجموع از او، باز اینجا نشته میکنیم بجهت بجهت آی و جمع اینجا رو نشته کده میتونیم مجموع قوه هایی که در محور وای است به شکل نشته میتونیم که اف آر وای بجهت وکتور واحد جی به شکل. این شده یک جمع وکتور ها به شکل کارتیزیانی. اگر ما بخوایم که بعض وقت مرکبه داشته باشیم مسئلهش پیدا کنیم چه رقم میکنیم؟ به شکل محور x و محور y. فرض کنیم به شکل ما دو مرکبه داریم، یکی مرکبه fx ما و دیگه اینجا مرکبه fy ماست. چی میکنیم؟ اولی رقم میکنیم که از انجام محور انجام قوه fy موازی با محور fx میریم به شکل، و همچنان از انجام fx موازی با محور fy میریم به شکل یا با قوه fy میریم. اینجا نقطه تقاطع که میکنه امی مرکز کاردینات با چی وصل میکنیم؟ با نقطه تقاطع به شکل وصل میکنیم میره که میشه قوه آر ما یا مسئلهش یا اف میشه به شکل. وقتی ما آر رقم پیدا میتونیم در وقتی که ما مرکب مستطیلی داشته باشیم بسیار بسادگی میتونیم که آر پیدا کنیم. آر ما مساوی میشه به جذره f x مربع جمع f y مربع به این شکل. این میشه قیمت مسئله، قیمت مسئله ما این میشه. و همچنان میتونیم که در اینجا زاویه رو پیدا کنیم، زاویه تیتا را به این شکل. تیتا را اگر تانجانت بگیریم تانجانت تیتا مساوی میشه با f y. اینجا است میتونیم f y انتقال بدیم اینجا، این میشه f y. تانجان تیتا مساویس با ضلع مقابل بر مجاور یعنی اف وای بر اف اکس. از اینجا تیتا مساوی میشه با ارگ تانجانت اف وای بر اف اکس به شکل. ای بوده درس ما در این ویدیو که ما چی را کردیم، طریقه نمایش وکتورها بوده
و دیگه تقسیم وکتور به مرکبه های مستطیلی یا رکتنگولر کامپوننت بود و دیگه دریافت مسئله وکتور های که مرکبهاش با شکل مستطیلی است. سابسکرایب کردن و چنل هم از یادتان نره.